دوستای محترم سلام، بازم سلام عرض میکنم. خوش آمدین به بحث امروزی ما. ای ادامه بحث های ما در مورد افغانستان چارای مدنیت هاست و امروز ما به معرفی اقوام افغانستان آغاز میکنیم و این معرفی را از قوم پشتون شروع میکنیم. خب قوم پشتون یا پختون، پختانه یا پشتانه که در جمع گفته میشه، قوم بزرگی است که وطن اصلیشان سرزمین وسیع از چترال و کنر و اتک و پشاور در شمال دریای سند تا ملتان و کویته و قندهار، هلمند و فرا، اروزگان، کابل و لغمان و ننگرهار می باشد. پشتونها بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از غور تا دریای سند هستند. در سال 2019 تعداد مجموعی نفوس پشتونها در افغانستان و پاکستان 50 میلیون تخمین شده است، یعنی در حدود 15 میلیون در افغانستان و حدود 35 میلیون نفر در آن طرف خط دیورند. هرگاه تخمین های منتشر شده 19 مرجع معتبر را در مورد ترکیب قومی نفوس افغانستان در نظر بگیریم که ما در بحث قبلی در مورد صحبت کردیم که فیصدی پشتون ها را در این میان حداقل 35% و حد اکثر 70% قلمداد کرده بودند. ما یک جدول داریم که این در حدود 19 نفر، یعنی 19 دانشمند در کتابای خود فیصدی های مختلفه در مورد اقوام گفتن که از 35% تا 70% این نوسان داره تخمینا در مورد قوم پشتون. میزان متوسط سهم پشتون ها در نفوس افغانستان، یعنی اگه یار ما اوسط بگیریم، در حدود 55% می باشه که با برداشت عوام سازگاری داره. پشتون ها در هندوستان به نام پتان، افغان و همچنان روهیله معروفند. در ایران به نام افغان شهرت دارند. بر اساس تحقیقات ژنتیکی مجله پلوس وان سال 2017، پشتون ها حداقل از عصر شروع زراعت و تمدن مسی، یعنی از 12000 سال به این طرف، در زمین های واقع جنوب هندوکش تا دریای سند مسکون بودند. این مردم برای سرزمین خود اسم مشخصی نداشتند. فارس ها، ترک تبار ها و عرب و پشتون ها که بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از غور تا دریای سند بودند، لقب اوگان، اپگان و بالاخره افغان را که در زمانهای عتیق به سوارکاران و نجیب زادگان در این سرزمین ها داده می شد عطا نمودند و آنها را افغان خطاب کرده قلمروشان را افغانستان نامیدند. در سفرنامه ابن بطوطه این سفرش به کابل آمده است: پس به کابل سفر کردیم. در اینجا طایفه از عجم زندگی می کند که افغان نامیده می شود. کابل از قدیم پایتخت پادشاهان افغان بوده است. این سخنهای ابن بطوطه است که خب در متن عربی در سال 1320 میلادی چاپ شده. این برداشت ناشی از این است که فارس ها، ترتبار های شمال هندوکش و فارسیوان های ساکن شمالی و کابل و از زبان آنها عرب پشتون ها را افغان می گفتند. متعاقب و سیف هیروی در کتاب تاریخ هرات که در قرن هفتم هجری نوشته شده، یعنی معادل سال 1321 میلادی، از رفتن ملک شمس الدین به افغانستان به تفصیل یادآوری می کند. رفتن ملک شمس الدین به افغانستان. ای در کتاب سیف هیروی یاد کردم که بن یعقوب الهیروی ای در زیر نخستین بار در مدارس کلکته ای تدریس شده و بعدا در ایران چاپ شده، به انگلیسی هم ای ترجمه شده. یعنی در 681 تا 721 قمری زندگی میکرد سیف هیروی. در بابرنامه توزک یا ظهیرالدین محمد بابر از قول مردم کابل در سال 1528 میلادی نوشته میشه که جنوب کابل همه افغانستان است. با تحصیل از آنها با استفاده از کتاب های مانند کتاب ابن بطوطه سفیری و بعدا تاریخ فرشته که در زمان مغول ها توسط یک نویسنده مهاجر فارسی زبان به نام ابوالقاسم فرشته در هندوستان چاپ شده بود،
من این کتاب دارم، میتونین از آمازون بخرید. و همچنان بابرنامه توزک که در عصر امپراتوری اکبر در هندوستان چاپ شده، انگلیس ها و سایر اروپاییان پشتون ها را افغان خطاب کردند و سرزمین آنها را افغانستان گفتند. اما باید توجه داشت که برای فارس ها یعنی ایرانی ها امروز تمام مردم جنوب هندوکش افغان و قلمروشان افغانستان بوده است. در کتب تاریخی ایرانی ها در اشاره به مردم افغانستان از اسم های پشتون و تاجک هرگز استفاده نشده. اینه باید توجه کنه مردم. هیچ وقت ایرانی ها از تاجک و پشتون گپ نمیزنن، بلکه از کلمه افغان و جمع از او افاغانه صحبت میکنن. بنابراین طبیعی است که بعد از ایجاد دولت احمدشاه عبدالی اسم این کشور افغانستان و ملت آن به نام افغان در منطقه رواج یافت، تا جایی که 17 سال بعد از وفات احمدشاه دورانی حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در سال 1789 در مکتوب رسمی عنوانی وزیر اعظم زمان شاه از کشور افغانستان نام میبره. ای در کتاب صدیق فرهند در افغانستان در 5 سال قرن اخیر درج است. تا جایی که من اطلاع دارم این اولین کاربرد رسمی اسم افغانستان توسط یک دولت خارجی است. با جواب این مکتوب رسمی در همان سال وفادار خان وزیر اعظم زمان شاه نیز در مکتوب رسمی خود از کشور افغانستان نام میبرد. یام در کتاب صدیق فرهنگ است که باز هم اولین کاربرد رسمی و ثبت شده اسم افغانستان توسط دولت افغانستان شمرده می شود. حامد نوید می نویسد که با مراجعه به منابع دست اول تاریخی کلمه افغان ریشه گرفته از اصطلاح اسواگان به معنی سوارکار در زبان سانسکریت، اواگانا در زبان پرکریت، اواگان در زبان کهن اوستایی، ابگان در زبان پهلوی ساسانی می باشد که در ادوار اسلامی به گونه افغان تلفظ گردیده است و نگاشته شده و در هر دو زبان یعنی پشتو و دری معمول گشت. اصطلاح افغان به اساس مطالعات مورخین و زبانشناسان معروف چون جان مارتین، ایریک کلوس فرانسوی و کریستین لیسن نورویجی، مکرندل و الکساندر کنینگ هم بریتانوی، این لقبی بود که دیر زمانه ها به سوارکاران داده می شد به اساس گفته های ای اشخاص. این نظر را اگروالا محقق معروف هند در زبان سانسکریت نیست تایید کرده و به نظر او کلمه افغان معرف نام قوم و تبار خاصی نبود. از این رو در میان اشعار پشتون مانند زدران، منگل، غلزه، درانی، هوتک، اندل، کاکل، احمدزه، سربونی، پوپل، سوری، گدون، لودی، احمدزه، ستانکزه، مامدزه، یوسفزه، بنوچی، خروتی و غیره اقوام و نام قوم به نام افغان زه یا افغان خیل وجود ندارد. در هندستان کلمه افغان مترادف است با خان، با مقام و منزلت و پادشاهی که از سلطنت‌های غزنوی، غوری، لودی و سوری را در خاطر مردم انسان زنده می‌کند. در هندوستان تمام این سلسله‌ها به نام سلسله‌های افغان در مکاتب و پانتون‌ها دست داده می‌شود. حتی در زمان سلسله صفوی، افشاری و قاجاری ایرانی‌ها هم ما را خراسانی نمی‌گفتند، بلکه افغان و جمع ما را افاغنه می‌گفتند. متأسفانه در ایران برعکس هندوستان از اسم افغان و افغانه با نفرت و تحقیر و تبعیض ضد انسانی یاد می‌گردد. و صد افسوس که در سال‌های اخیر افغان‌های هزاره تبار ما در معرض این تنفر ایرانی‌ها قرار گرفتند. امروز اسم افغان معرف تمام مردم افغانستان در دنیا است و هویت ملی کشور دولت افغانستان در بیش از 300 سال گذشته می‌باشد. از زمان میرویس خان به این طرف دنیا ما را به این نام می‌شناسد. جنگ های سیگانه انگلو افغان، جنگ های انگلو خراسان نبودند، بلکه در هیچ کتابی هم به عنوان جنگ های انگلو خراسان درج نشده، بلکه به نام انگلو افغان جنگ وار زیاد شده. نمیتوان بالای تاریخ معاصر کشور به خاطر خوشنودی مشت ستمی سکتاریست و جدایی طلب تازه به دوران رسیده خط بدلان کشید. کریم پوپل در مورد قبایل پشتون در وبسایت مشعل می نویسد که پخ یا پکت یکی از اقوام جنگجوی هندو آریایی است که در کنار شرقی هندو اروپایی زیسته و از آنجا به اثر فشار دیگر اقوام به طرف جنوب هندوکش یورش بودند. بالاخره در محل مسکن گذیشتند که به نام پکتین، پکتیس، پکتیا و مردمان را پکتون یا پختون یا خانه پکتا یاد می کنند.
پروفیسور مورگنسن در مورد مرچای قبایل افغان نوشته است، پکتو که برای اولین بار توسط هرودت نوشته شده است، یعنی هرودت برای اولین بار کلمه پکتون را نوشته کرده. موصوف یا دوری نموده که پشتون ها یکی از 11 قوم یا قبیله آریایی ها هستند که از جنوب دشت های آسیای میانه مهاجرت را آغاز نموده، پس از عبور از سلسله کوه هندوکش در حوالی دامنه های کوه سلیمان جایگزین شدند. هرودت می نویسد که مردم پکتیک مردمان جنگجو و دلاوری بودند. پشتون ها یا بلوچ ها همیشه در همزیستی قرار داشتند. مسیر احتمالی که پشتون ها داخل غزنی و پکتیا شدند دو نظر است در مورد این موضوع. از راه مرو داخل سیستان، قندهار، غور، بامیان، غزنی و دوم از راه آسیای میانه، بلخ، بامیان، غور، غزنی، پکتیا. پشتون ها مردمان مالدار و خامنه بدوش بودند. در تابستان در کوپایه های هندوکش و بابا به مالداری می پرداختند. گروه کوچک از اینها در قندهار، بلوچستان، ارزگان، بامیان، غور و غزنی و پکتیا متواتر نسلی بودند. گروه بزرگ آنها خانه‌بدوش بین غزنی و سیستان بودند. این قوم الا ورود عرب خط و نوشته نداشتند. پشتون‌های قسمت غربی در سالهای ورود عرب مسلمان گردیدند. قسمت شرقی قوم پکت همزمان به حملات اعراب به کابل مسلمان نگردیده، پس از اینکه مردم کابل مسلمان شدند آنها مسلمان گردیدند. که مسلمان شدن این قوم مشکل بوده و با شکنجه مسلمان گردیدند که به نام معروف به نام سوت مسلمان. پس از این تعداد این قوم ازدیاد یافت و به ولایات قندهار، هلمند، لوگر، کابل مهاجرت کردند. اعراب سلطان محمود غزنوی، غوریان در جنگ ها از گروه از این قوم یعنی از سوری ها در لشکرهای خود استفاده کردند. اولاده شنسب که اون سوری ها ما میگیم یعنی فخرالدین شنسب، امیر پولاد، امیر کرول و باقی شاهان سوری در کوهسار تخارستان و غور و هرات و خراسان و کمرانی داشتند و به نام غرشا یاد می شدند. امکان آن می رود که غرزوی، غرزه و غلجی از همین مندمان دودمان نام گرفته شده باشد. اکثرا سوریان غور با غزنویان متحد شده در لشکرکشی غزنویان به هندوستان سهیم بودند. در این لشکرکشی ها غوریان که به آل شنسب معروفند صاحب قدرت شده، نسل آنها تا هندوستان رسید. اکنون تعداد شاخه های ملیت پشتون زیاد بوده، در هر و گوشه و کنار افغانستان، پاکستان و هندوستان زندگی میکنند. این سخنایی بود که کریم پوپل در وبسایت مشعل نوشته کرده بود. باید نوشت که تئوری مهاجرت اجداد پشتون ها را از آسیای میانه و سرزمین های جنوب هندوکش الی کنار دریای سند هیچ منبع باستانشناسی، زبانشناسی و ژنتیک تایید نمیکند. نویسنده های معاصر ما پشتون ها را آریایی معرفی نموده به دلیل اینکه از لحاظ زبانشناسی هیچ حرف عبری در زبان پشتو یاد نمی شود. زبان عربی یعنی زبان های اسرائیلی و عرب. در حالی کلمات آریایی فراوان است در زبان پشتو، تا در مورد رد و یا تایید اینها یک مقاله توسط عبدالله حبیب سرحدی نوشته شده فکر می کنم. حقیقت آن است که ادعاهای فوق با معلومات دست داشته تاریخی، مهاجرت ها و معلومات ژنتیکی تطابق ندارد که در زیر به اختصار به آن پرداخته می شود. اول، افراد بنار بر عقاید مذهبی اسمای خب از من یک سوال شده بود چند وقت پیش در یک فیسبوک سوال کرده بودند که خالدی سه بزرگوار بعضی از پشتون ها خودشان ادعا دارند که ما از قوم بنی اسرائیل هستیم و ادعای آنها مبنی بر استناد از کتاب به نام خورشید جهان است. نویسنده معاصر ما پشتون ها را آریایی معرفی نموده در بدل این که لازم زبان شناسی هیچ ارتباطی باره. خب در این مورد از من نظر خواسته بود. به چند دلیل ای با معلومات موجوده علمی تطابق نداره ای که پشتون ها از بنی اسرائیل آمده باشن. اول، افراد بنابر عقاید مذهبی اسمهای قیس و خالد را که اصلا دو قماندان عرب در خراسان بودند و بعد از ختم معمولیتشان در مناطق پشتونشین اقامت گزید شده بودند، در همین مناطق با پشتون ها ازدواج کرده و از بازگشت به عربستان خودداری کردند و از آنها نسل های بعدی باقی ماند
با خالد بن ولید و یکی از فرماندار معروف صدر اسلام اشتباه گرفته شایعات بی اساس منشأ اسرائیل بنی اسرائیل بودن قاپاشیون را بنیاد نهادند. دوم، مطالعات ژنتیکی یا سلول شناسی یا حجره شناسی سالهای اخیر موجودیت پشتونها را در تمدن وادی سند و شمال هند و پاکستان امروزی در هزاران سال گذشته ثابت کرده. از کوههای غور تا چترال و بلوچستان اقوام پشتون مسکون هستند. مطالعات ژنتیکی قرابت اجداد پشتونها را در تمدن وادی سند و شمال هندستان ثابت کردند. این مردم حداقل از 12,000 سال به این طرف یعنی از شروع زراعت در اینجا بودند. بنابراین این نمیتونه شده که از بین اسرائیل آمده باشه. سوم، تعداد نفوس پشتون‌ها در افغانستان و پاکستان قسم قبلا گفتیم در حدود 50 میلیون نفر است و به این حساب در حالی که تمام نفوس بنی اسرائیل در تمام دنیا از 15 میلیون زیادتر نمی باشد. بنابراین هیچ امکان ندارد که یک شاخه کوچک قوم بنی اسرائیل 5 برابر تمام قوم بنی اسرائیل باشد. چهارم ایست که تاریخ نشان میده که پشتون‌ها و غوری‌ها دین اسلام و زبان دری را به شمال هند گسترش دادند و در سال 1220 اولین زمامدار پشتون تبار سلطان جلال الدین در هندوستان به قدرت می‌رسد، یعنی در کمتر از 600 سال بعد از معرفی اسلام. بنابراین در کمتر از 600 سال بعد یک قوم نمیتونه به این اندازه قدرت پیدا کنه که سلطنت‌های هندوستان از خود بسازد. این خود نشان میداد که اقوام پشتون از نظر تعداد نفوذ و سابقه زندگی و نفوذ سیاسی در سرزمینهای میان دریای سند و دریای هلمند آن قدامت و پختگی لازم را داشته بودند که آنها را قادر به تشکیل حکومت در هندوستان ساخت. بنابراین با توجه به دلایل فوق نظریه بنی اسرائیل بودن اقوام پشتون با مهاجرت از شرق میانه به این سرزمینها اساس علمی ندارد. پنجم، بعضی محققین از جمله کوهزاد و ارغندیوال به این عقیده هستند که قهرمان اسطوره گرشاسب یا گرشاسب نامی اسد توسی و شاهنامه فردوسی توسی همون چهره افسانه غرغشت پشتون است. علاوه بر آن اینا معتقدند که سفاری ها از قوم پشتون بودند. تصادفی نیست که در سرزمین های ما پشتون ها جایگزین دولت های مغولی، صفوی و نادر افشار شدند. آنها بزرگترین کتله واحد قومی این سرزمین را تشکیل داده قبل از تأسیس دولت افغانستان بیش از 400 سال در هندوستان حکومت کردند و حکومت‌های آنها از غلجی‌ها تا لودی‌ها و سوری‌ها از بنگال تا کابل و قندهار امتداد داشت. این پشتون‌ها بودند که به عنوان نظامیان غوری‌ها اسلام را در شمال هند گسترش دادند. فرهنگ پشتون‌ها چگونه است؟ احمد شاه مسعود، ما در یک جلسه قبلی گفتیم که احمد شاه مسعود در یک جلسه تدریسی به شاگردان خود چند سال قبل بیان داشته بود که پشتون‌ها یک قوم بی‌فرهنگ و عقب مانده هستند. علاوه بر آن در سال‌های اخیر بعضی نویسندگان هزاره و تاجیک با بکار بردن اصطلاحات دولت قبیله و یا قبیلوی در معرفی دولت‌های افغانستان اصطلاحات اقوام، قبیله و قبایل را در حاله مفاهیم تحقیر آمیز عقب افتاده، بی فرهنگ، بدوی، ابتدایی به کار می گیرند. تکرار این برداشت‌های نادرست قوم‌پرستانه اثرات مخربی در تکامل ذهنیت‌های جوانان تاجیک و هزاره و بخصوص در طرز دید و رفتار آنها در مقابل قوم پشتون در منجو و افراد پشتون تبار بخصوص در برجا گذاشته که در رسانه‌ها و بخصوص رسانه‌های اجتماعی و اینترنتی هم موزه شاهد آن هستیم. این طرز دید مخرب تا جای پیش رفته که شخصی با سطح علم و دانش رئیس جمهور اشرف غنی را که از چند نسل به شهر کابل تولد شده و با فرهنگ شهری کابل آشنا بوده و همچنان متعاقباً به پیشرفت‌ترین پانتون‌های دنیا درس خوانده، بزرگ شده و در عالی‌ترین شهرهای دنیا زندگی کرده و تدریس کرده، ایرا کوچی و قبیله خطاب می‌کنند به صورت شکل تحقیرآمیز. بیایید ببینیم فرهنگ چیست و فرهنگ پشتون‌ها در مقایسه با فرهنگ تاجیک‌ها و هزاره‌ها کدام است و چه تفاوت‌هایی دارد. در میان سطح تعریف بسیط و مغلق موجوده فرهنگ یا کلچر،
تعریف ترکیبی آتی فکر میکنم حاوی اساره تعریف های با اعتبار موجود در دنیا است. فرهنگ مجموعه دانش، عقاید، ارزش ها، رفتار و وسائلی است که جامعه بشری در حیات روزانه خود و در رابطه با همدیگر به کار میگیرند که متکی با آموختن متداوم بوده و با انتقال این دانش به نسل های بعدی می انجامد. آیا پشتون ها همانطوری که احمد شاه مسعود در قبلا هزار کردیم بیان داشته بود یک قوم بی فرهنگ وقت مانده هستند؟ اتفاقا بررسی این مسئله آسان است. انعکاس فرهنگ بالاتر در چه چیزهایی است؟ آیا سیستم های زراعتی در مناطق تاجک نشین، پروان، کاپیسا، پنشیر، غربند، سالنگ و بدخشان بهتر و پیشرفته تر از ننگرهار، کنر، لغمان، پکتیا، قندهار و هلمند است؟ واضح است که جواب منفی است. آیا مناسبات زراعتی در مناطق تاجک نشین بهتر از مناسبات زراعتی در مناطق پشتون نشین است؟ باز هم جوابان منفی است. آیا خلاقیت های هنری در مناطق تاجک نشین پروان و بدخشان بهتر از ننگرهار و کندهار است؟ باز هم جوابان منفی است. آیا روابط اجتماعی در مناطق تاجک نشین بهتر از روابط اجتماعی در مناطق پشتون نشین است؟ باز هم جوابان منفی است. بنابراین این تفاوت فرهنگی در کجاست و یا این بی فرهنگی در کجاست؟ بنابراین با این ادعای برتری فرهنگی تاجیک‌ها در برابر پشتون‌ها در افغانستان در چه عناصر انعکاس یافته است؟ خود احمد شاه مسعود موضوع شهرنشینی تاجیک‌ها را در بیانیه خود ذکر می‌کند. او میگه که در مناطق پشتون‌نشین ارگون و گردیز همه تاجیک ها شهرنشین هستن. به این خاطر رو میگه که چون شهرنشین هستن بنابراین این تاجیک ها فرهنگ بالاتر دارن. باید یادآوری کرد که تاجیک ها در ارگون و گردیز جوامع اقلیت قومی را تشکیل میدن و این جوامع اقلیت به زمین دسترسی نداشتن. تاجیک ها در ارگون و گردیز مانند هر جامعه اقلیت در جوامع فیودالی در سراسر دنیا ناگزیر به مشاغل حرفوی، تجارت و صنعت می پردازند. به هندوها و سیکها در ننگرهار توجه کنین، در پروان ببینین، در کندهار ببینین. به یهودی ها در سراسر دنیا توجه کنین. همه این اقلیت های شهرنشین و تاجر پیشه بودند چون به زمین دسترسی نداشتند. بنابراین این فرضیه درست نیست. آیا پشتون ها یک جامعه شگوفان؟ این سوال با تادم بکنه. آیا پشتون ها یک جامعه شگوفان و فرهنگی شگوفان فرهنگی خراسانی را در هم شکسته و بر خرابه های آن یک دولت بی فرهنگ عقبگرای قبیلوی ایجاد کردن؟ در این مورد دکتر صاحب نظر مرادی که یک نویسنده هزاره افغانستان است نوشته در مقاله نوشته کرده که از احمد شاه عبدالی تا امیر عبدالرحمن خان در جریده اینترنتی خراسان زمین چاپ شد 1390 هجری شمسی. نوشته میکنه که مرگ نادر افشار خراسانی در سال 1947 منجر به بروز تحولات سیاسی و قبض و بسط جغرافیایی در قلمرو ایران و خراسان بزرگ و به دنبال آن در هند و ماورالنهر گردید. احمد خان عبدالی رئیس قبیله غلجی حکومت افغان ها متشکل از چند قبیله پشتون را در قندهار اساس گذاشت. از آن به بعد حاکمیت سیاسی خراسان در محوریت قندهار قرار گرفت که روند شکلگیری و توسعه نظام قبیلوی آنها را به تصاحب کشوری که بعدها به اسم افغانستان مسمی شد مساعد نمود. احمد شاه عبدالی با فراخواندن کنسرواسیون متشکل از قوام و قبایل پشتون اساسگذار حکومت قبیلی بر بخشی از خراسان بزرگ گردید. این قول نقل قبل از صاحب نظر مرادی بود. در این برداشت کاربرد اصطلاحات قوم، قبیله و قبایل در حاله مفاهیم تحقیرآمیز در قب افتاده به فرهنگ بدوی ابتدایی واضح کاملا واضح است. در حالی که موجودیت یک سیستم دموکراسی قبیله‌ای با یک کود اجتماعی پشتونولی با مسابقه یک پدیده مثبت به حاکمیت رهبران پشتون مشروعیت اجتماعی بخشیده و به مرجع قدرت نظامی اینها را فراهم می کرد. واقعیت این است
که در 200 سال قبل از میرویس خان و ایجاد سلسله هوتکی و متعاقبان سلسله دورانی در این سرزمین ها مغول ها و صفوی ها و نادر افشار حکومت کردند. با مطالعه نوشته صاحب نظر مرادی، یک جوان بی اطلاع تاجیک و هزاره فکر میکنه که گویا پشتونا یک دولت عقب افتاده قبیلوی را در خراسان بزرگ و ایران به عوض یک دموکراسی پیشرفته جفرسونی که با احترام به موازین حقوق بشر در زمان صفوی ها و نادر افشار اداره میشد برقرار کردند. واقعیت آن بود که شاه اسماعیل صفوی به درباریان خود، من این یک مثال میگم که امی به اصطلاح متمدن بودن پشتونا و فارسا و دیگرها را مقایسه میکنه. واقعیت آن بود که شاه اسماعیل صفوی که سلسله صفوی را ایجاد کرد به درباریان خود ادعا داد تا گوشت بدن مرده شیبک خان ازبک را بخورند. وقتی که اسماعیل صفوی حمله کرد در مرو در نیشاپور چیز کشته شد، شیبک خان ازبک کشته شد که در اینجا هرات اینجا حکومت میکرد، این آدم به درباری خود میگه که هر کس که مرا دوست داره گوشت از این آدم را بخورین. همچنان و تا چند در ظرف نیم ساعت تمام این آدم خوردن. همچنان نادر افشای افشار آنقدر در خراسان و سایر بلاد ظلم کرد و آدم کشت و از جمله پسر خود کشت و به قتل عام مردم دهلی پرداخت که بالاخره با اطرافیانش سرش از تنش جدا کردن و لاشش در بیابان انداختن. امروز هیچ شاعر، نویسنده، معمار، افسر نظامی، رهبر ضد استعماری، عالم دینی، تاجیک تبار و هزاره را که در این دوران یعنی در 200 سال حاکمیت مغولا و صفوی ها در افغانستان میزیسته و از خود اسم بجا گذاشته باشن به خاطر نداریم. برعکس در این مدت اسم میرویس خان هوتکی، شاه محمود هوتکی، شاه اشرف هوتکی، احمد شاه عبدالی، اسدالله خان عبدالی که اقوام خدا در هرات که اقوام خدا در مقابل استیلای بیگانه تجهیز کردن و همچنان ما از نهضت روشانی در مناطق قبایل نشین و همچنان از رحمان بابا در مسلم است که در تمام کتب موجود است ای اسم ها و ای اقدامات این ها. بنابران پشتون ها نه تنها در مقابل استیلای بیگانه قیام کردند و سلطه بیگانه را نه تنها خاتمه دادن بلکه امپراتوری صفوی را نیز ساقط کردن. آیا موافقت قیام رهبران پشتون تصادفی بود و یا نتیجه طبیعی و منطقی تکامل قبایل پشتون و تعیین و نقش تعیین کننده آنها در همین سرزمین ها؟ واضح است که نقش آنها نقش تعیین کننده در سرزمین ها داشتن، نه در نقش درجه دو و درجه سی. عوامل موفقیت قیام رهبران پشتون چی بود؟ آیا سیستم پیشرفته روابط قبیلوی اونها در پیروزیشان سهم داشت؟ اولین مزیت میرویس خان و متعاقب و احمد شاه عبدالی توافق عددی قوم پشتون به عنوان بزرگترین قوم ساکنین سرزمین ها از خراسان تا قندهار، کابل و پشاور بود. مزیت دوم و آگاهی رهبران پشتون از شرایط مستلد در امپراتوری پوسیده صفوی و مغولی و افشاری بود که توانستن از آن به نفع مردم خود استفاده کنند. مزیت سوم موجودیت یک سیستم دموکراسی قبیله‌ای. این من نام این نامگذاری از طرف ما است. دموکراسی قبیله‌ای یا یک کود اجتماعی به نام پشتونولی است. ما پشتونولی کود پشتونولی را دموکراسی قبیله‌ای نام دادیم که به حاکمیت رهبران پشتون مشروعیت اجتماعی بخشیده و مرجع قدرت نظامی آنها را فراهم کرده، چون اردوهای پشتون ها از هر قوم جمع می شد. قوم خوگانی اردو خروان می کرد، قوم شینوار از خروان می کرد، قوم و غیره و غیره. رهبران قوم تاجیک، ازبک و هزاره در بد حوادث آن زمان فعالانه و یا خاموشانه رهبری پشتون ها را با آگاهی عملی از این که بزرگترین قوم ساکنین در سرزمین ها پشتونند پذیرفته بودند.
در طول 300 سال هیچ جنبش قابل ملاحظه جدایی طلبی در این کشور به حضور نپیوسته است. اصول پشتونولی چی است؟ سیستم روابط قبیلوی پشتونها چگونه است؟ در این مورد یک کتاب است که من اینجا دارم در کتاب خانیم اولیور روی، این یک فرانسوی بود، در کتاب نوشته به عنوان اسلام و مقاومت در افغانستان در کمبریج چاپ شده و این کتاب انگلیسی وجود داره، در سال 1990 چاپ شده. در این کتاب کود مدنی پشتونا یا پشتونوالی را دموکراتیک میخوانه اولیور روی و او می نویسه که در زونهای ای در زمان است که می مجاهدین بر ضد دولت حزب خلق و پرچم در جنگ بودن. در این کتاب می نویسه که در زونهای قومی یک سیستم مثبته که شامل کود مدنی پشتونولی و سیستم جرگه ها آن موجود می باشد. یعنی افغانستان زونهای پشتون و غیر پشتون این مقایسه میکنه از لحاظ اجتماعی، از لحاظ انتروپولوژیک. پشتونوالی از یک این نشته میکنه خودش که پشتونوالی از یک طرف یک ایدئولوژی بوده و از جانب دیگر یک مجموعه حقوق مدنی رو تشکیل میدهد. کود مدنی قبایلی در ذات خود غیر مذهبی بوده، این مهم است. یعنی کود مذهبی پشتونوالی غیر مذهبی است و در سطح قانون پشتونوالی و شریعت حتی مخالف هم دیگر عمل کردن. یعنی پشتونوالی در سطح خود قبایل و اقوام در بین اقوام به شکل قانون است و حتی در جامعه هم اتفاق افتاده که با شریعت در تضاد واقع شده. ما یک مقاله اخیرا غرضه لایق در فیسبوک چاپ کرده که من به خوشم آمد، اینجا کمی نوشته میکنم در خدمت شما. نوشته میکنه غرضه لایق که پشتونوالی چیزی نیست جز گرد آورد ارزش ها، نرخ ها، ضابطه ها، دستور ها و هنجار های نانوشته قبیله های پشتون که در جاری صده ها و هزار ها همتار با همی پشتون ها را به مساوی باخته های. همین نوشته های آقای غرضه لایق، اگر چی من بسیار برش احترام دارم، اما به شکل دلیل نوشته میکنه اقدر کلمات نو دیو استفاده میکنه که بعض وقتا من خودم هم نمیفهم که چی میگه. خب به هر صورت من موره میخوانم چیزی خودشان نوشته کرده. از باخته های خودگردان انسان میچرخاند و نبود قانون و فردادهای حقوقی و رسمی را منتفی میسازد. پشتونوالی از ذات زندگی بدوی قبیلوی و نیاز قبیله به مسابقه هسته خودمختار همبود انسانی مایه گرفته به پختگی رسیده و با زوال قبیله به پایان خردورز خش میرسد. همپا با پیدایش و گسترش اسلام در زمین های زیست قبیله های پشتون، جوهر پشتونوالی با احکام شریعت آراسته تر گردیده در آتیه، اما در اون مایه پشتونوالی با زیور شریعت آموزه شد تنگ یافته و به مسابقه یک قانون تمام عیار زندگی روزمره قبیله ها را تنظیم و آراسته کرده است. پروسه سرشت زوال تدریجی قبیله و چیره شدن گام به گام دولتداری در سرزمین های قبیله های پشتون سبب جاگزین شدن قانون و هنجارهای نوین به جای نرخهای پشتونوالی گردیده است. در گستره سختجان مناطق قبایلی هم مرز با خط دیورند، اما ضابطه های پشتونوالی در کنار قانون های رسمی دولتی هنوز جاری و باقی است. هنجارها و نرخهای پشتونوالی با تمام تندی و درشتی خش بالای تمام افراد قبیله بدون تمایز قدرت اجرایی دارند. فرداد پشتونوالی برای خان قبیله و چوپان قبیله و برای زنان و مردان قبیله همسان قابل اجراست. پشتونوالی باستاب بیچون و چرای زندگی باهمی و غیر طبقاتی قبیله است.
هیچ گوشه هستار مادی و روحانی قبیله از چشم تیزبین نرخ‌های پشتولای پوشیده نمانده است. پرسمان کیفر و صدا با تمام ظرافت و کلیت روزمرگی های قبیله را مدیریت می کند. نباید از یاد برد که نرخ‌های پشتولای در میان خیلها، قبیله ها و اتحادها و اتحادهای بزرگ قبایلی همسان و یکگون نبوده، بلکه در وابستگی با نیازهای روزمره هر کانون قبیلوی با ناسانی ها همراهند. نرخ ها و انجای های نامدار پشتونولی به گونه مثال در سرشته های حقوق قبیلوی چون جرگه، بدل، ننواتی، ننگ، ناموس، خونهایی، تو، تور، تربور، توره، توره، تیگه یا کانه، میراث، بدرگه، توری، سلویخته، همسایه، برمته، ملارتال، لنگه، ناغه، روغه، حجره، پور، دیره، چیغه و اثر دیگری از ارزش‌های دیگر پاستاب یافته ویژه یافتند که هر کدام به واکای جگانه نیازمند است که از حوصله ای گوده‌ها بیرون می باشد. اگر کسی همی آقای غزه لایق میشناسه از نزدیک، لطفا برش بوی که زیباد همی دری ساده روان نشته کنه که مردم بفهمن که چی میگه. من نفهمیدم که من دکترا دارم و دیگه چی خود کردن. خب به می ترتیب اولیوروی نشته میکنه در جامعه غیر پشتون که چوکات اصلی جزایی را شریعت تشکیل میداد، اما در شرایطی که پیروی از شریعت صرف در حد شعار باقی است، هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای آن را بگیرد. یعنی در جامعه غیر پشتون که چوکات اصلی اصول جزایی را شریعت اسلام تشکیل میده و شریعت اسلام هم مردم در اون مناطق تطبیق نمی کنند، فقط در حد شعار مانده، هیچ سیستم دیگری موجود نیست که به شکل قانون عمل کند. نتیجه طبیعی چنین حالتی در روستاهای غیر پشتونشین با وجود آمدن حاکیت مطلقه خوانین و زورگویان محلی و رهبران دینی می باشد که اشکال افراطی آن را در دهات هزارنشین هزارجات مشاهده می کنیم. یعنی می خواهیم چی بگویم؟ می خواهیم بگویم که ما سیستم پشتونولی قانون است. قانون است که در مناطق پشتونشین حاکم است. در وقتی که قانون وجود نداشته باشد و در زمانی که حکم از شریعت موجود نباشه، اصول پشتونولی مردم اجرا میکنن. حتی در ما خودم شاهد بودیم که پشتونولی را بیشتر از شریعت اجرا کردن. به طور مثال میگم در مشرقی، در ننگرهار عروسی میکنن، عروس میبره خانه داماد، یک دو روز بعد باز داماد پدرش میخواه ملا را ایره نکام میکنه. برای پشتون ها امی که لفظ دادن طرفین قبول کرد نکاشت. خب بازی ها جنبش طالب ها را و ارزش های پشتونولی را خیال میکنن که طالب ها هرچی که میکنن از روی ارزش های پشتونولی میکنن. این کاملا غلط است. آنانه که جنبش طالبان را جنبش خاص قوم پشتون میدانند، از تضاد نهفته درونی میان ارزش های کود مدنی پشتونولی و ماهیت عمیق مذهبی جنبش طالبان بخبرند. در بالا به نقل قول صاحب نظر مرادی گفتیم که احمد شاه عبدالی قوانین وضع کرد، مقررات وضع کرد که او مقررات مطابق با اصول پشتونولی بود، که اگر در سطح قانون بود و این مقررات غالبا با شریعت تطابق نداشت. در جامعه یک مثال میتونم، در جامعه سنتی پشنا در دهات مقام ملا در آن سطح نیست که در قرا و قصبات غیر پشتونشین افغانستان بخصوص در میان اقوام هزاره وجود داشته باشد. مظاهر آن را همه روزه در بوسیدن دستای محمد محقق توسط هواداران هزاره او در صفحات تلویزیون ها مشاهده میکنیم. مقام ملا و روحانی در هزارجات در میان شیعان در سطح پیشوا و مرجع تقلید است. ملا چنین مقام در جامعه پشتون ندارد. اکثر این ملا حتی در جرگای قومی دعوت نمیشن. نقش در مناطق پشتونشین. نقش ملا در جامعه پشتونها نقش مشورتی است، نه نقش تصمیم گیرنده.
از این راه گذر یک تضاد عمیق درونی میان جنبش طالبان و سیستم پشتونولی موجود است. فراموش نکنیم که طالبان دستاوردهای مدرسه‌های مذهبی در منطقه به قبایلی پشتونشین در پاکستان می باشند. اکثر این افراد در کمپ‌های مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته بزرگ شدند و با ایدئولوژی وهابی تطبیق بدون چون و چرای شریعت محمدی تدریس شدند که با پول عربستان سعودی و با امامت ملاهای سعودی و با وهابی پاکستانی طرف اجرا قرار گرفته. در وجود اکثر این افراد احساس تاریخی تعلق داشتن به افغانستان، ارزش‌های ملی افغانستان، اصول پشتونوالی و ناسیونالیزم افغانستان وجود ندارد. ما دیدیم که اولین روزی که آمدن بیرق قوم ملی افغانستان را پس کردن. اگر نام افغانستان و امارت اسلامی اگر اجازه بتین خوشانه پس میکنن. همچنان بوتای بامیان که صدها سال در این مملکت پابرجا بود یا به دستور پاکستان و به خاطر خوشنودی پاکستانی‌ها در مقابل هند تخریب کردند. هیچ افغان دیگه این کار نکرده بود در ظرف 300 سال. هیچ پادشاهی نکرده بود. بنابراین یا احساس وطن پرستی و ناسیونالیسم که یک افغان باید داشته باشن ندارن. حتی گفته میشه که وقتی که طالبا در 5 سال حکومت کردن در دوری اول خود جرأت مداخله در اموری را که بر اساس اصول پشتونولی در دهات و روستاهای پشتونشین اداره و اجرا میگردید نداشتن. جرگه ها یکی از ضابطه های اساسی پشتونولی است و تعدادی هم طالبان و تفکر طالبانی را تبیین فرهنگ قوم پشتون قلمداد کرده این گروه را مبین اهداف سیاسی و اجتماعی قوم پشتون می‌دانند. واقعیت آن است که در طی 22 سال گذشته جنبش طالبان به مسابقه یک نیروی اجتماعی سیاسی و نظامی در افغانستان فعال بوده، بالای اوضاع امنیتی سیاسی و اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. اما این نیرو به جرگه ها هیچ عقیده نداره، نه در گذشته لوی جرگه خواسته و نه حال میخواه و نه پلان داره بخواه، در حال که جرگه ها یک ضابطه پشتونولی است. گروه طالبان از نظر سیاسی و فکری پیروان یک اندیشه افراطی عقبگراند که با موازین پیشرفته علوم و تمدن در اصلاح تعلیمی، اجتماعی، حقوقی، دولت مداری، بشری، زمان جاری سازگار نیستند. نه تنها طالبان مبین آرزوها و اهداف قوم پشتون در ایجاد یک جامعه پیشرفته نیستند، بلکه طرز تفکر و شیوه حکومتداری آنها از ریشه باز آمد تاریخی دولت‌های افغانستان متفاوت است. بازم از صاحب نظر مرادی نقل قول می‌کنیم که گفته بود که برای حمد خان برای کسب رضایت و جاری نمودن اقتدار سیاسی خود در برابر رقابایش در سال 1747 در قندهار از شیوه تدویر جرگه استفاده کرد و با فیصله آن صبغه قانونی و ملی بخشید. احمد خان با توجه به مناسبت جامعه قبیله‌ای وضع مقررات را روی دست گرفت برای رهنمود سران قبایل مربوط خش، همچنین اساسنامه دینی، سیاسی و نظامی را به کار گرفت. از تدوین مقررات نامبرده با خوبی برمید که احمد خان به فقه و شریعت سرتاسری اسلام اکتفا نکرده، برای تنظیم نظام قبیلوی خش به وضع مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی احساس نمود. یعنی حتی در 300 سال قبل احمد شاه بابا متوجه شد که احکام شریعت برای اداره مملکت کافی نیست، باید قوانین امروز وضع شود، مقررات امروزی وضع شود و این کار کرد. جرگه ها و لوی جرگه ها سنت های قبایلی اقوام پشتون هستند. هیچ کسی هم ادعا ندارد که این سازمان های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جامعه غربی ایجاد و انکشاف یافتند، اما در طول تاریخ این جرگه ها
و قوام شامل ملت افغانستان فرصت‌های لازم را برای تصمیم‌گیری مشترک بالای موضوعات مبرم ملی فراهم کردند. مثال‌های سال‌های نزدیک را در نظر بگیریم. تصمیم کنفرانس بن تنها بعد از تصویب آن از طرف یک لایحه مشروعیت یافت. و متعاقباً لایحه سال 2004 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را تصویب کرد. من حتی یکی از رهبران تاجیک و هزاره و ازبک را به خاطر ندارم که این دو لایحه را به مثابه سنت‌های عقب ماندگی محلی قبایلی تحریم کرده باشند. اما چنین تحریم از طرف دکتر عبدالله در سال 2013 در مقابل لایحه مشورتی که از طرف رئیس جمهور حامد کرزی دعوت شده بود صورت گرفت و حامیان او با هیاهو به تحقیر و ذلیل کردن لایحه پرداختند و تشکیل آن در موجودیت شورای ملی غیر لازم و انعنه مردود قبیلوی خواندند. عبدالله و حامیان آنها فکر میکردند که حامد کرزی لایحه را دعوت کرده تا با واسطه آن معاهده امنیتی با امریکا را رد کند. با وجود آن که حامد کرزی چنین توقعی داشت، اما خلاف آرزوی حامد کرزی و نیت او لایحه معاهده امنیتی با امریکا را تایید کرد و نشان داد که قادر است مستقلانه از هدف همکاران وقت تصمیم بگیرد. جالب است از شگفتی های روزگار یکی هم این است که در سالهای بعد این دکتر عبدالله و حامیان او بود که بی صبرانه در انتظار تدویر یک لایحه بودند تا این لایحه قانون اساسی را تعدیل کنه و مقام صدراعظم در داخل قانون اساسی بسازه تا عبدالله صدراعظم شود. دوستای محترم، یعنی 53 دقیقه شد. فکر میکنین که تا اینجا کافیست یا ادامه بتم این موضوع را؟ استاد محترم که دی پختنوالی و دی پختنو قوم بس خلاص که دی تاجک محترم قوم بس و بیازاره و بیابل بلجه. آقا خواه ما سیده. اوکی. دولت و سیستم قومی قبیلوی پشتون ها چی ارتباط داره؟ آیا سیستم قومی و قبیلوی پشتون ها ناشی از عقب ماندگی اجتماعی و فرهنگی آنهاست؟ و یا برعکس این سیستم قومی و قبیلوی مبانی تشکل اجتماعی آنها بوده مبانی قدرت سیاسی آنها رو تشکیل میده؟ یعنی اکثرا گفته میشه که دولت افغانستان قبیلوی بوده. دمی 20 سال گذشته هر روز اینه میره گفته می قبیله حکومت قبیله حکومت قبیله. این حکومت قبیله اساس قدرت نظام بوده، اساس قدرت دولت ها بوده، نه ضعف از او، نه نشانی عقب ماندگی از او، نه نشانی بدوی بودن از او. در 20 سال دولت جمهوری همه روزه در مطبوعات و رسانه ها در این مورد ما شنیدیم. برعلاوه از علایق و همبستگی های مذهبی شیعه که هزارهای ما را با ایرانی ها نزدیک می‌سازد و با توجه به عدم دسترسی به زبان انگلیسی و سایر زبان های اروپایی تمام مآخذ این نویسنده های هزاری ما را آثاری که در ایران نوشته شده تشکیل می‌دهد به صورت انتخابی ترجمه میکنن و بر ضد پشتونان مینویسن. از این جاست که نویس خواننده به آسانی میتواند تاثیرات شونیستی ناسیونالیسم ایرانی ضد عرب ضد افغان و ضد ترک را در نوشته های این اشخاص مشاهده کنه، بخصوص نوشته های ضد افغان و کشور افغانستان در این نوشته ها موجوده. از دیدگاه ای افراد و یک هویت جعلی خراسانی و آریایی است. یعنی دیدگاه گونه افراد اکثر شورای نزاری ها و هزاره های ما یک دیدگاه است که از یک هویت جعلی خراسانی و آریایی سرچشمه میگیره که این نویسندگان برای تحقیر دولت های افغان از دولت قبیله و قبیلوی به تکرار یادآوری میکنند و افسوس خراسان بزرگ را میخورند.
دکتر صاحب نظر مرادی قوم، اقوام، قبیله و قبیل را در قبلا گفتیم در حالی مفاهیم بفرهنگی به کار میگیره. این درست همان مفاهیمی است که استعمارگران انگلیسی در تفسیر و بیان جوامع سنتی آسیایی و افریقایی از آن استفاده میکردند. این در حالی است که برای پشتون ها همانند اعراب تعلق داشتن به یک قوم و قبیله نشان افتخار، نشان داشتن یک مقام بالا اجتماعی است، نشان وابستگی به یک نظام اجتماعی قانونمند است، نشان دهنده مسئولیت در مقابل یک نظام اجتماعی است، اطاعت از یک نظام اجتماعی است که افراد خارج از این تعلقات را از این نعمت ها محروم می کنند. در جامعه پشتون هر عضو پشتون در مقابل اصول پشتونولی مسئول است. این نظم اجتماعی در جامعه پشتون را اصول پشتونولی یا کود مدنی جامعه پشتون را تنظیم می کند که خارج از محدوده احکام شریعت در جامعه عمل می کند. اولیور روی جامعه شناس فرانسوی قبل گفتم که نوشته میکنه که بین کوتیشن ایره میخوانم که این امر ناشی از تفسیر جداگانه و متفاوت از احکام و شریعت نبوده، بلکه دو سیستم مثبتند که در مقابل هم واقع شده هر کدام برداشت جداگانه از یک نظم اجتماعی را انعکاس میدهند. خب ما دوستان در اینجا ختم میکنم و بسیار خوشحال میشم اگه بتونم به سوالات شما در این مورد جواب بدم.